با درود، من کمال جعفری یزدی هم. امروز شنبه 30 شهریور ماست و چهارمین روز اعتصاب قضایی من در بند 3 مشاوره زندان وکیل آباد که حال زیاد مناسبی ندارم، ولی خب همچنان همه زروپایم و تماسی گرفتم خدمت عزیزان دوستان هموطنان سلامی عرض کرده باشم و توضیح بدم که دنبال پرونده‌ای که سال گذشته سال 97 در مرداد ماه وزارت بدنام اطلاعات برای من ساخت و سراسر دروغ و کذب و نهایتاً به دلیل دفاعیاتی که حق مسلم من بود و با توجه به اینکه هیچ ملجأ و پناهی در داخل کشور ما وجود نداره که از حق مظلوم دفاع بکنه و وزارت اطلاعات خودش میبره، خودش میدوزه، هر کاری دلش میخواد میکنه، هر رأی دلش میخواد صادر میکنه، دستگاه غیر مستقل، بی وجدان، بی شرافت، بی انصاف قضایی، یکی دو تا بازپرس وزارت اطلاعات اونجا داره، یکی دو تا قاضی داره، یکی دو تا شعبه تجدید نظر داره و هر طور میتونه به زندانیان مظلوم، پاک، شریف، بزرگوار سیاسی جنایت میکنه. زندانی سیاسی یعنی پاکترین انسانی که برای وطنش و مظلومش خدمت میکنه. متاسفانه دنبال اون پرونده و اتفاقاتی که افتاد در سال گذشته و سراسر کذب و من در یک کلام میتونم بگم 10 سال حبس محکوم شدم صرفا به دلیل دفاع از کیان شهدا، پاسداری از شهدا، حفاظت از شهدا. 13 سال زندان برای زنده نگه داشتن یاد و راه و مرام شهدا. فقط همین چیزی غیر از این هر که میگوید دروغ میگوید، چه دستگاه کثیف قضایی، چه دستگاه کثیف امنیتی، چه وزارت بدنام اطلاعات، چه حکومتی که جز 40 سال جنایت و خیانت در کارش وجود نداشت. متاسفانه در بالاخره با توجه به این حکمی که صادر شد و تجدید نظری که ما دادیم و در روز 20 مرداد دادگاه تجدید نظر من برگزار شد، دوستانی در اونجا تجمع کردن، انسان‌های بسیار شریف، بزرگ و بزرگوار و پاک داخل وطن در حمایت از حق مظلوم و مظلومان و دستگیر شدن. متاسفانه اون 20 دستگیر شدن رأی به من ابلاغ نشد. احساس میکنم بعد از 20 مرداد ماه 98 ظرف 3-4 روز رأی رو سریعا تأیید کردن بدون اینکه رأی به من ابلاغ بشه، بدون اینکه به اجرای احکام بره. یه دفعه در روز 7 شهریور همین امسال حدود 20 چند روز پیش ساعت 10 شب 13-14 یا 15 نفر وحشی اوباش درنده حرامزاده حرامزاده از سازمان‌های متعدد امنیتی از در و دیوار خونه من برای گرفتن یاد بیمار مریض که 1 هفته بود در ICU بیمارستان بستری بود از در و دیوار به داخل خونم ریختن، در ورودی رو شکستن، در داخل رو شکستن، کلی خسارت زدن، سر منو به دیوار کوبیدن، دستبند زدن، هر کدومشون توی قسمت از خانه. من الان همینجا اعلام میکنم من نمیدونم اینا از خونه من چی دزدیدن، این دزدان کثیف در خدا بخبر، من نمیدونم تو خونه من چی جا گذاشتن، چرا که دست منو به درده دست من زدن. هر کدومشون دو تا خانم از این حربه های انتظامی بودن، نمیدونم از کجا، پلیس امنیت هم بود، اوباش اداره زندان ها هم بود، اوباش کثیف حفاظت اطلاعات دستگاه قضایی هم بود، ترازل و اوباش دیتر و پای وزارت اطلاعات هم بود، همه یه مسلح به طرز بسیار وحشیانه و درندواری با کفش و خونه یک جانباز آزاده برادر شهید اومدن و 15 نفر آدم برای گرفتن یک آدم مظلومی که تک و تنها تو خونه بود، همسر و فرزندم خدا رو شکر نبودن و ریختن هر کدوم یه نقطه از خونه رو به هم ریختن، یعنی دقیقا بسی که خونه رو آتیش بکشی به هم بریزی، تمام زندگی و خونه من رو به هم ریختن. هیچی هم گیرشون نیومد، ولی همین الان اعلام میکنم من نمیدونم، زن و بچه هم نمیدونم از اون خونه چی به دزدیده شده توسط این دزدان حرامی و چه چیزی رو به جا گذاشتن اونجا که فردا روزی چون اینها بسیار کثیفن، هر جنایتی از به دست اونها برمیاد، زندگی که کاملا پاک است، انسان و خانواده که بسیار نجیب و شریف است، اینها به این روش من دستگیر کردن، سر من رو به دیوار کوبیدن، موقع سوار کردن بر ماشین سر من رو به در کوبیدن و این حرامیان حرامزاده که دشمن شدید با یک اکسیون ایثارگری که منتقد بوده بیگناهترین انسانه اینجور برخورد کردن و منو مستقیم به شب جمعه بود، به پنجشنبه 7 شهریور به پلیس امنیت فرستادن و بعد هم به زندان وکیل آباد بند 3
مشاوره و تمام حق و حقوق قانونی منو ضایع کردن. یعنی اینها از اعمال ماده 477 فرجام خواهی جلوگیری کردن به این طریق، از تقاضای عدم تحمل کیفر من که جانباز هستم جلوگیری کردن، دقیقا خلاف شرع، قانون و تلاح انسانیت به وحشیانه ترین و زننده ترین نحو ممکن اینها برخورد کردن، که اینها حالا حساب ما باشد در محضر شهدا و انشاءالله بعد از ریشه‌کنی ظلم و ظالم اونجا تصفیه حساب میکنیم با تمامی این حرامیان حرامزاده. بعد از اون هم که من به زندان آمدم در اینجا متوجه شدم از دوستانی که در روز 20 مرداد ما مظلومانه برای دفاع از مظلوم و مظلومان در مقابل دادگاه آرام تجمع کرده بودن، 14-15 نفر دستگیر شدن، 3-4-5 خانم بودن و چند تا آقا، 2-3 نفرشون که خب هیچ نقشی نداشتن بندگان خدا در بیانیه ها و اینها، مثل آقای هاشم رجایی، مثل آقای رضا جنگی و یه نفر دیگه احتمالاً در بند 6-1 که همین زندان وکیل‌آباد هستن، بقیه در اختیار وزارت جنایتکار و بدنام اطلاعات قرار گرفتن و همچنان اونجا شنیدم آقای بروجردی حالش بد شده، جانباز بروجردی رو منتقل کرده بودن به ICU بیمارستان قائم و ناچارن از اونجا برای که آبروشون بیشتر از این نره منتقلش کردن به گرگان و به نوعی آزاد شده. یک احتمالا یکی از خانم های که خانم ناظمی باشه احتمالا آزاد شدن که بیمار بودن و بقیه هم همچنان اسیر چنگال خوناشامان درنده هستن. و تا جایی که من مطلعم بعد از اینکه آقای واحدیان رو هم در روز 25 مرداد ماه دستگیر کردن، ایشون رو هم به بند 5 زندان وکیل‌آباد مشهد آوردن که بند 5 کثیف‌ترین و بدترین بند زندان وکیل‌آباد، تمامی اراذل و اوباش و آدمکشا و چاقوکشا در اون بند اسیرند و زندانی هستند و این مرد بزرگ و بزرگوار رو هم به اون بند فرستادن و شدیکی دو شب قبل ظاهرا تا جایی که من اطلاع پیدا کردم و سوء قصدی به جان ایشون شده توسط کسانی. اینجا حفاظت اطلاعات زندان وکیل‌آباد مجری و مطیع دستورات وزارت اطلاعات و جنایتکاران بیرونه و دستور میدن این زندانی رو اذیت کنید، این زندانی رو فلان جا بزنید، این زندانی رو بزنید، اینها حسابشون باشه، تک تک اسامی اینها رو مردم یادداشت کنند، باشد بعد از ریشه‌کنی بدانیم که با این ظالمین به چه نحوی باید برخورد کرد و به چه روشی باید رفتار کرد که اینها اینجور برخورد میکنند با مظلومترین و پاکترین منتقدین شریف این مملکت که روزی وجود شریف و منزهشون به عنوان ایثارگر و اینها همه دارن به صدقه سر ما زندگی میکنن، هر کس پشت هر میزی نشسته. این اتفاق متاسفانه افتاده و دوستان ما همچنان اسیر و بازداشتن. شرحی بود از وضعیت پرونده و وضعیت دستگیری من و وضعیت اعتصاب قضام که الان در حال بسیار نامناسبی هستم و الانم با یه آبغند تقریبا تونستم صحبت بکنم و شرحی هم از وضعیت دستگیری پاکترین بندگان خدا جانباز بزرگوار اونای منتظبی جناب آقای گوریزاد جناب آقای خواستار و بقیه دوستان ما لعل محمدی آقای سپهری که همه اینا به نوعی ایثارگرن انسانهای شریفی هستند و به ناحق اسیر چنگال خوناشامان درنده شدن و من هم یکی از این عزیزان و امیدواریم که به زودی زود بساط این ظلم و ظالمی جمع بشه و ریشه ظلم و خانه ظلم کنده بشه و هر کسی بتونه در کشورمون در حکومتی دموکراتیک سکولار زندگی آرام و خوبی داشته باشه. به ملت بزرگوارمون توصیه میکنم بیانیه 14 شامل گذار از نظام پلید جمهوری اسلامی، اصلاح کردن، تغییر کامل قانون اساسی، عزل و استعفای رهبری و رفراندوم برای رسیدن به حکومتی دموکراتیک سکولار بذرش پاشیده شده، بقیهش به مردم مربوطه. مردم اگر این آبیاری بکنید به زودی زود شکوفا خواهد شد. این پیام بیانیه 14 و این 14 نفر ثبت تاریخ ایران شده و بقیهش باز به ملت و اپوزیسیون های داخل و خارج پیامش اتحاد، رفاه و حول یه محور چرخیدن برای ایرانی آزاد و آباد است. تلاش کنیم انشاءالله که با آبیاری نظر فاشیده شده به زودی زود جوانه بزنه و ایران رو شاداب و سرسبز بکنه. من یقین دارم بیانیه 14 میرود تا پیروزی و رسیدن به خاص اکثریت بالغ بر 90% ملت بزرگوار ما. لازمش رفاق و اتحاد، لازمش حوله محور چرخیدنه و
لازمش حول محور ایران بودن، تمامی جریان ها موظف کنن خودشون رو حول محور ایران بچرخن برای آزادی ایران، نجات ایران در گروه اتحاد تمامی نیروهاست. انشالله که در پناه خدا محفوظ باشید، امیدوارم به زودی زود شاهد ایران آزاد باشیم، زندانیان سیاسی بیگناهمون آزاد بشن، نشاط و شادیابی و رقص و آواز و همه ملتمون در کنار هم دیگه تجربه کنند. از مردم خوبمون میخوایم که هزینه ها رو تقسیم کنند، همه هزینه ها گردن یک گروه زندانی دیگراه هم از کمک کنید به زندانیان سیاسی، به خود زندانی سیاسی، به خانواده های مظلوم و بیگناه زندانیان سیاسی. هر کس هر کاری میتواند بکند از این که نگذارید غریب بمونه زندانی سیاسی، برجسته کنید، تلاش کنید با هر روشی که میتوانید حکومت رو تحت فشار قرار بدید. ما در داخل مرجع و پناهی نداریم، ناچارن مرجع و پناه ما سازمان های حقوق بشری و سازمان های بین‌المللی